هنگامی که به تاریخ اسلام می نگریم، نام عمر ابن خطاب را به عنوان یکی از شخصیت‌های تاریخ اسلام مشاهده می کنیم. در طول این ویدیو ما به بررسی کامل و جامع زندگی و اعمال عمر ابن خطاب خلیفه دوم می پردازیم. اما اجازه دهید به صراحت بگویم وقت آن است که از بعضی از اعمال او چشم پوشی نکنیم و با تمام واقعیت‌ها روبرو شویم. آیا ابهاماتی که در تاریخ راجع به اصل و نسب و فساد اخلاقی عمر وجود دارد صحیح است؟ او در طول زندگی خود مرتکب چه جنایاتی شده است؟ بسیاری از طرفداران عمر ابن خطاب از او به عنوان یک قهرمان بی نقص یاد می کنند. اما آیا ما نباید به دنبال حقیقت باشیم؟ آیا نباید بررسی کنیم که واقعاً او به این اندازه ارزش تمجید را دارد یا خیر؟ ما در طول این سفر تاریخی با استناد به منابع به ارائه برخی از نقدها و شبهات مطرح درباره عمر ابن خطاب خواهیم پرداخت. از نقص‌های سیاسی و اجتماعی او تا رفتارها و اقداماتی که با برخی اصول اخلاقی و اسلامی منافات داشتند. همه این موارد را در این مسیر مورد بررسی قرار خواهیم داد. پس لطفاً در ادامه ویدیو با ما همراه باشید. عمر ابن خطاب ابن نفیل متولد 13 بعد آمولفیل یا به عبارت دیگر 40 قبل از هجرت است. در ابتدای کار و قبل از هر چیز بهتر است نسب عمر را بررسی کنیم. ابن کثیر در کتاب النهای البدایه جمله‌ای با این مضمون راجع به عمر میگوید: و کان الخطاب و والد و عمر ابن خطاب و عمه و اخاه الامه. اگر معنی این جمله را بررسی کنیم متوجه می شویم که طبق همین جمله خطاب هم پدر و هم پدر بزرگ و هم دایی عمر بوده است. و اما اصل ماجرا چیست؟ سحاک کنیزک تنومند حبشی عبدالمطلب بود و برای او شترچرانی می کرد. روزی مردی به نام نفیل نظرش به سحاک افتاد و عاشقش شد و در چراگاه شتران با او زنا کرد. نتیجه این عمل نامشروع پسری شد به نام خطاب. وقتی خطاب به حد بلوغ رسید به خاطر تنومندی مادرش از او خوشش آمد و با او زنا کرد. از زنای این مادر و پسر دختری متولد شد. سحاک از ترس اهلش آن را در پارچه ای از پشم پیچید و در میان گله چهارپایان بیابان مکه رها کرد و هشام ابن مغیر ابن ولید آن را در بیابانهای مکه یافت و به منزلش برد و نامش را حنتمه گذاشت و او را بزرگ کرد. وقتی حنتمه به سن بلوغ رسید، روزی خطاب که در واقع پدر حنتمه بود، حنتمه را دید و عاشقش شد و او را از هشام ابن مغیره خواستگاری کرد و هشام حنتمه را به عقد خطاب درآورد. حاصل ازدواج این پدر و دختر عمر ابن خطاب بود. بنابراین خطاب هم پدر عمر و هم پدر بزرگ عمر و هم دایی عمر بود و حنتمه نیز هم مادر عمر و هم خواهر عمر و هم عمه عمر بوده است. اعراب از تمدن بهره چندانی نداشتند اما در علم نسب شناسی بسیار خبره بودند و این هم به خاطر وجود نظام قبیله‌ای در میان آنان بود. طبق روایاتی عمر در طول زندگی و خلافت خودش دستور بر پنهان نگاه داشتن نسب خیش داده بود. در همین رابطه جمله ای از زبان عمر در منابع اهل سنت آمده است که معنای آن این چنین است: ای مردم، شجر نامه ها و پیوند های خیشاوندی خود را بیاموزید ولی از من درباره قبل از خطاب چیزی نپرسید. بنابر نقل ابن حجر عسقلانی، محدث سنی قرن نهم، عمر قبل از مسلمان شدن مسلمانان را آزار می‌داد و برخی از آنان را شکنجه می‌کرد. از خود او نیز نقل شده است که بیش از همه با پیامبر دشمنی داشته است. درباره ماجرای مسلمان شدن عمر نقل شده است که روزی شمشیر برداشت تا پیامبر را به قتل برساند، ولی خواهر تازه مسلمانش او را از این کار منصرف کرد و عمر پس از شنیدن آیاتی از قرآن مسلمان شد.
در رابطه با فساد اخلاقی عمر، روایت دیگری از یکی از منابع اهل سنت نشان می‌دهد که عمر ابن خطاب خود را در اختیار مردان قرار می‌داده و با مردان به لواط می‌پرداخته است. قبل از دیدن ادامه ویدیو ممنون میشم اگر کانال ما براتون مفید بوده با لایک و سابسکرایب کردن از ما حمایت کنید. اینجا کافه دانایی. لواط یا همجنس بازی با مردان عملی است که برای اولین بار قوم لوط به این کار زشت پرداختند و به خاطر همین عمل زشت عذاب الهی قوم لوط را به سزای عملشان رساند. در کتاب طبقات ابن سعد جلد 3 صفحه 269 از زبان عمر این گونه بیان می شود: هیچ یک از عادات جاهلیت در من نمانده و فقط یک عادت از جاهلیت در من باقی مانده است که من پروایش را ندارم که کسی با من لواط کند یا من با کسی لواط انجام دهم. خلیفه دوم بیش از هر شخصیت دیگری در فکر و اندیشه اهل سنت تأثیر داشته و همان گونه که دوره او از لحاظ تاریخی مقطع بسیار مهمی در تاریخ اسلام به شمار می آید، فکر و عمل او نیز برای مسلمانان اهل سنت اهمیت بسیار بالایی دارد. این اهمیت تا جایی است که از او به عنوان الگویی یاد می شود که هیچ گونه خطایی نداشته و می توان به هر قول و فعل او به عنوان سیره و سنتی شرعی استناد کرد. مورد دیگری که می توان در رابطه با خلیفه دوم گفت درباره حضورش در جنگ هاست. عمر در جنگ های دوره پیامبر حضور داشت. برخی از گزارشات تاریخی از فرار یا شکست او در این جنگ ها حکایت دارد. از جمله طبری از خود عمر نقل کرده است که در جنگ احد فرار کرده است. در جنگ خیبر که پیامبر عمر را پس از ابوبکر مأمور فتح قلعه خیبر کرد، عمر نیز همچون ابوبکر شکست خورد و سپس علی ابن ابی طالب مأمور فتح خیبر شد و به پیروزی رسید. در نبرد حنین هم عمر جزو کسانی بود که از میدان نبرد گریختند. عمر ابن خطاب در زمان حیات پیامبر در مواردی با ایشان مخالفت کرد، از جمله اینکه در ماجرای صلح حدیبیه بر پیامبر به سبب صلح کردن با قریش خرده گرفت و تصریح کرد که به نبوت او شک کرده است. ماجرای قلم و دوات نیز از مواردی است که عمر ابن خطاب با فرمان پیامبر مخالفت کرد. پیامبر چند روز پیش از درگذشت خود کاغذ و قلم خواست تا چیزی بنویسد که مسلمانان هرگز گمراه نشوند، ولی عمر گفت همانا درد بر پیامبر چیره شده است و کتاب خدا نزد شماست و ما را کفایت میکند. در نقل دیگری آمده است که گفت این مرد هذیان میگوید. پس از این سخن عمر میان اصحاب اختلاف افتاد و پیامبر از آنان خواست از نزد او بروند. همچنین پیامبر در آخرین روزهای عمر خود فرمان داد مسلمانان به فرماندهی اسامه بن زید برای مقابله با روم اعزام شوند. پیامبر بر پیوستن مردم به سپاه اسامه و تسریع در حرکت آن تأکید داشت، ولی عده‌ای از جمله عمر ابن خطاب و ابوبکر از فرمان سرپیچی کردند و در سپاه حضور نیافتند. پیامبر وقتی از سرپیچی عمر و ابوبکر آگاه شد، آن دو را فراخواند و بر پیوستن آنها به سپاه تأکید کرد. در برخی منابع آمده است که پیامبر فرمود لعنت خدا بر کسی که از پیوستن به سپاه اسامه سرپیچی کند. در بسیاری از نقل‌های تاریخی تصویری تند مزاج از عمر ابن خطاب ارائه شده است و عمر ابن خطاب اسلام را تنها از زاویه سختگیری می شناخته است. تندخویی عمر در فعالیت‌های فکری و سیاسی و اجرایی او نیز نمود فراوان داشته است. از جمله در جنگ بدر اصرار داشت تا پیامبر همه اسیران را به قتل برساند و در ماجرای صلح حدیبیه نیز با پیامبر مخالفت کرد و اصرار به جنگ با قریش داشت. همچنین گفتند او نخستین کسی بود که در برخورد با مردم شلاق به دست گرفت و شلاق او ترسناکتر از شمشیر شمرده می شد. نقل شده است که حتی در دوران خلافتش کمتر کسی جرأت می کرد از او سؤالی بپرسد.
به این سبب مردم هرگاه مشکلی برایشان پیش می آمد و ناچار بودند نظر عمر را بخواهند، عثمان یا عبدالرحمن ابن عوف را واسطه می کردند و هرگاه موضوع بسیار دشواری بود از عباس استمداد نموده او را نزد عمر می فرستادند. عمر و ابوبکر با اینکه شباهت اخلاقی و رفتاری چندانی با یکدیگر نداشتند، اما در بسیاری موارد مکمل یکدیگر بودند. عمر در داستان سقیفه نقش بسیار پررنگی برای خلافت ابوبکر ایفا کرد و اگر عمر نبود شاید هرگز او به خلافت نمی رسید. عمر تلاش بسیاری کرد تا از همگان برای ابوبکر بیعت بگیرد، تا جایی که علی ابن ابی طالب به او گفت تلاش چشم گیرد برای خلیفه کردن ابوبکر برای آن است که او تو را در آینده خلیفه کند و همین گونه هم شد. یکی دیگر از نقاط تاریک و تعصب آلود خلافت عمر ابن خطاب جنایات بسیار در زمان حمله به ایران و از بین بردن و سوزاندن انبوهی از کتاب‌های علمی و ذخایر فرهنگی ایران بود و این نقطه تاریک در منابع متعددی از اهل سنت بیان شده است. وقتی که سرزمین فارس در ایران فتح شد و در آن کتاب‌های فراوانی یافتند، سعد ابن ابی وقاص به عمر ابن خطاب نامه‌ای نوشت تا درباره آن کتاب‌ها و انتقالشان به نفع مسلمانان کسب تکلیف کند. پس عمر در جواب او نوشت که همه آن کتاب‌ها را در آب بریزد. اگر در آن کتاب‌ها هدایتی باشد، قطعاً خدا ما را بهتر از آن هدایت فرموده و اگر در آن گمراهی باشد، قطعاً خدا ما را حفظ کرده است. به این ترتیب همه کتاب‌ها را در آب ریختند یا در آتش سوزاندند و تمام دانش و علوم ایرانیان از بین رفت و نابود شد. در دوره عمر ابن خطاب سیاست منع تدوین و کتابت حدیث که پس از رحلت پیامبر آغاز شده بود ادامه یافت. او به کارگزارانش سفارش می کرد که از نقل احادیث پیامبر خودداری کنند. در طبقات الکبرى آمده است که عمر از مردم خواست احادیث مکتوب از پیامبر را نزد او بیاورند، سپس دستور داد آنها را آتش بزنند. ابن عسیر مورخ معروف در تاریخ خود هنگامی که از شکنجه شدگان برای اسلام سخن میگوید و آنها را معرفی میکند، از لبیبه که کنیز عمر بود مینویسد. آن کنیز قبل از عمر ابن خطاب اسلام آورده بود. عمر او را شکنجه میداد که از دینش بازگردد. سپس وقتی خسته میشد او را رها میکرد و به او میگفت من تو را رها کردم چون خسته شدم. لذا ابن عسیر میگوید عمر نخستین کسی بود که با تازیانه زنان را میزد که به سبب تکرار این عمل مطابق نقل کتب تاریخی کودکان نیز هرگاه او را میدیدند وحشت زده فرار میکردند. پس از مرگ ابوبکر بستگان وی نهو گریه میکردند که عمر از آنها خواست تا ساکت شوند، ولی آنها گوش نکردند. عمر دستور داد تا آنها را از خانه بیرون کنند. وقتی که ام فروه خواهر ابوبکر را بیرون کشیدند، او را به نزد خلیفه آوردند که عمر شروع به زدن او با تازیانه کرد. عمر نیز پس از مرگ یکی از صحابه، زنانی که در منزل یکی از همسران پیامبر اجتماع کرده بودند و ناله و گریه می کردند، تازیانه به دست به همراه ابن عباس به آنجا آمد و به ابن عباس گفت وارد شو و به ام المؤمنین بگو حجاب بگیرد، آنگاه زنان را از آنجا بیرون کن. ابن عباس داخل شد و آنها را بیرون کرد و عمر نیز آنان را با تازیانه می زد. پس از رحلت رقیه دختر پیامبر، زنانی که در فراق او گریه می کردند، عمر که در آنجا حاضر بود آنان را با شلاقش می زد. این در حالی بود که پیامبر به عمر گفت بگذار گریه کنند. با اینکه پیامبر او را از این عملش منع می کرد، ولی عمر به خشونت خود ادامه می داد. خلیفه دوم بیش از هر شخصیت دیگری در فکر و اندیشه اهل سنت تأثیر داشته و همانگونه که دوره او از لحاظ تاریخی مقطع بسیار مهمی در تاریخ اسلام به شمار می آید، فکر و عمل او نیز برای مسلمانان اهل سنت اهمیت بسیار بالایی دارد. این اهمیت تا جایی است که از او به عنوان الگویی یاد می شود که هیچ گونه خطایی نداشته و می توان به هر قول و فعل او به عنوان سیره و سنتی شرعی استناد کرد. اهل سنت در روایاتی از پیامبر
از مقام او به عنوان محدث، یعنی شخصی که به او الهام می شود، یاد کردند که غیر از او هیچ فرد دیگری شایسته آن نیست. اما شیعیان به بسیاری از رویکردها و عملکردهای خلیفه دوم انتقاداتی دارند. تغییر جریان خلافت در سقیفه برخلاف دستورات پیامبر، نوع بیعت گرفتن از علی ابن ابی طالب، بی‌حرمتی به دختر پیامبر، شیوه انتصابش به مقام خلافت و نیز انتخاب شورا برای خلیفه بعد از خود، مدل حکومتداری، ایجاد بدعت‌های در دین و نداشتن دانش کافی برای حکومت به اعتراف خودش، مسلط کردن افرادی چون معاویه بر سرنوشت آینده اسلام و غیره از موارد بیشماری هستند که انتقاداتی را متوجه او کردند. عمر در 26 ذی‌الحجه سال 23 هجری به دست فردی ایرانی به نام پیروز نهاوندی یا ابولؤلؤ مجروح شد. عمر 3 روز بعد از مجروح شدن در سن 55 سالگی از دنیا رفت و کنار قبر ابوبکر دفن شد. عمر قبل از مرگ خود شورای 6 نفره تشکیل داد تا از میان خود یک نفر را به عنوان خلیفه بعدی برگزینند. به اعتقاد برخی پژوهشگران، عمر اعضای شورا را به گونه ای چیده بود که عثمان به خلافت برسد. اگرچه عمر ابن خطاب به عنوان یکی از شخصیت‌های اصلی در تاریخ اسلام است، اما نمی‌توان از بعضی از تصمیمات و اقدامات او غافل بود. تصمیمات و رفتارهایی که به طور مستقیم و غیر مستقیم تأثیرات منفی را بر جای گذاشته است.